با سلام، آموزش گرامر زبان آلمانی درس 1. توی این درس ضمایر فاعلی یا اسمی و صرف فعل زاین در حالت مضارع یا پرزنس رو با هم یاد میگیریم. ضمیر فاعلی یا اسمی، فاعل یا کننده کار به کی میگیم؟ یعنی چه کسی کار رو انجام داده و جواب پرسش چه کسی، کی، کیا فاعل جمله رو نشون میده. مثلا میگیم علی آمد. کی اومد؟ علی. نازنین و پویا با هم ازدواج کردن. کیا با هم ازدواج کردن؟ نازنین و پویا. من و پدرم با هم دوستیم. چه کسی با هم دوسته؟ من و پدرم. حالا ما توی فارسی یا هر زبان دیگه ای وقتی که یک جمله ای رو میگیم، سعی میکنیم که در جمله بعدی دیگه اسم رو تکرار نکنیم. مثلا میگیم علی اومد، بعد تو جمله بعدی میگیم او با رفیقش اومد. او جایگزین علی شده و به خاطر همین بهش میگیم ضمیر فاعلی. یا میگیم نازنین و پویا با هم ازدواج کردن. آنها یک بچه دارن. آنها جایگزین نازنین و پویا شده و چون نازنین و پویا فاعل جمله‌مون بودن، پس آنها میشه ضمیر فاعلی. من و پدرم با هم دوست هستیم. خب من و پدرم فاعل جمله اوله و تو جمله بعدی گذاشتیم ما. ما جایگزین من و پدرم شده، پس میشه ضمیر فاعلی. ضمیر یعنی جایگزین اسم و ضمیری که جایگزین فاعل بشه ضمیر فاعلی هست. حالا به جملات زیر دقت کنید. من میرم، من هستم، ما رفتیم. خب کی میره، کی هست، کی رفت، اینها همه فاعل جمله هستند که میشه من، من و ما. جمله بعدی مهناز کجایی؟ تو باید به من کمک کنی. میگیم کی کجاست؟ مهناز. حالا تو جمله دوم تو جایگزین مهناز شده و میشه ضمیر فاعلی. بچه ها در مدرسه هستند. آنها درس میخونن. کی تو مدرسه است؟ بچه ها. جایگزین بچه ها تو جمله دوم آنها هست. توی فارسی ما ضمایر فاعلیمون میشه من، تو، او، ما، شما یا ایشان و البته حالت احترام ما هم همون شما هست. خب توی آلمانی چه اتفاقی میفته و چی گفته میشه؟ من میشه ایش، تو میشه دو، شمای مؤدبانه میشه زی. دقت کنید زی حرف اس که در اول کلمه نوشته شده بزرگ هست و همیشه بزرگ نوشته میشه هر جا که باشه. او زن مؤنث میشه زی. او اگر به یک خونسا اشاره کنه میشه اس. او اگر به یک مرد اشاره کنه میشه ار. ما میشه ویه. شماها، ما تو جملمون میگیم تو کجایی؟ شماها کجایین؟ میشه ایه. و شمای مؤدبانه میشه زی. آنها که جمع اوی زنه هست میشه زی. دوباره آنها اگر اوی خونسا رو جمع ببندیم میشه زی. و باز زی اگر که ما مردها رو جمع ببندیم میشه آنها زی. پس اگر دقت کنید ما شمای مؤدبانمون میشه زی، او زن مؤنث میشه زی و آنها که جمع اوی خونسا، اوی زن یا اوی مرد هست میشه زی. پس تا الان ما سه تا زی یاد گرفتیم. فقط در شمای مؤدبانه اس که اول زی قرار میگیره حتما باید بزرگ نوشته بشه هر جای جمله که باشه. خب حالا با هم یه ذره تمرین بکنیم. من آمدم میشه چی؟ ایش. تو کجا میری؟ میشه دو. پدر آمد، او با دوچرخه آمد. او برمیگرده به پدر و چون پدر مذکر هست میشه ار. مادر آمد، او در باران آمد. او برمیگرده به مادر، پس میشه زی. پدر و مادرم در ایران هستند. آنها فردا می آیند. آنها جایگزین پدر و مادرم شده و جمع میشه زی.
آقای مدیر شما کجا می روید؟ شما جایگزین آقای مدیر شده و چون لحن با ادب هست و مؤدبانه هست باز میشه زی. بچه ها شما کجا میرید یا شماها کجا میرین؟ که اینجا بچه ها شما جایگزین بچه ها شده و ما میگیم ایه. من و برادرم آمدیم. ما با اتوبوس آمدیم. ما جایگزین من و برادرم هست و میشه ویه. خب. بچه آمد، او تنها آمد، او برمیگرده به بچه و بچه در زبان آلمانی خونساز و ما میگیم اس. خب دقت کنید دوستان، ما گفتیم سه تا زی داریم و هر کدوم از اینها رو توی جمله میفهمیم که چه معنی میده. باز تمرین میکنیم. من، خب پیش خودتون بگین چی میشه؟ ایش. ما میشه ویه، شماها میشه ایه، شما اینجا منظورم شمای مؤدبانه است میشه زی، او اوی زن میشه زی، آنها میشه زی که آنها میتونه جمع اوی زن باشه، جمع اوی خونسا باشه، جمع اوی مرد باشه، فرقی نمی کنه. در سه حالت میشه آنها زی. اوی مرد میشه ار، اوی خونسا میشه اس. خب حالا زی چی میشه؟ دقت کنید زی با حرف بزرگ اس نوشته شده، میشه شما به صورت مؤدبانه. زی، خب این چند تا معنی میتونه داشته باشه. یه حالتش میتونه اوی زن باشه، یه حالتش میتونه آنها باشه. ار میشه اوی مرد، ویه میشه ما، اس میشه اوی خونسا، ایه میشه شماها، دو میشه تو. خب این تمرین رو چند بار پیش خودتون تکرار بکنید تا این ضمیرها بره توی ذهنتون. خب میخوایم زمان حال یا پرزنس رو بگیم برای فعل ساین یا بودن. ما تو فارسی میگیم من هستم، تو هستی، او هست، ما هستیم، شما هستید، آنها هستند. حالا توی آلمانی چطور میشه؟ من هستم میشه ایش بین، تو هستی دو بیست، او هست اگر منظورمون اوی زن باشه میشه زی ایست، او هست منظور اوی مرده میشه اس ایست، او هست اگر او به خونسا اشاره کنه میشه ار ایست. آدم هست، کسی هست. ما تو فارسی از این جملات زیاد استفاده میکنیم. مثلا بخوایم یک چیزی رو به صورت عمومی بگیم، میگیم اینجا کسی هست، اینجا میگیم من ایست، یا آدم باید آدم باشه، اینجا دقیقا از همین لفظ استفاده میکنیم. حالا ما هستیم میشه وی زیند، شماها هستید میشه ای ساید، شما هستید زی زیند، آنها هستند زی زیند. خب دقت کنید که ما اینجا زی که به صورت مؤدبانه هست چون توی صرف فعل دقیقا شبیه آنها هست و دیگه اون طرف توی مفردها نذاشتیم و کلن اومدیم اینجا نوشتیم. فقط دقت کنید اون بالا من یه اشتباه کوچیک کردم، اوی خونسا هست و نوشتم میباشی در حالی که میباشده. ما توی فارسی هم میگیم من هستم هم میگیم من میباشم، در هر دو حالت از فعل زاین استفاده میکنیم. خب حالا این رو نگاه بکنید، به حافظتون بسپرید که با همدیگه چند تا تمرین دوباره حل کنیم. خب من جملات رو میگم، شما سعی کنید آلمانیشو توی ذهنتون بگید. ما هستیم، شماها هستید، شما هستید، آنها هستند، او اوی زن هست، تو هستی، من هستم،
کسی هست؟ او مرد است؟ خب، ما هستیم وی زیند. بعدی ای زاید. زی زیند. ببینید من با قرمز نوشتم، با حرف بزرگ نوشتم. زی زیند آنها هستند. زی ایست اوی زن هست. نگاه کنیم وقتی که ما اوی زن رو میگیم زی ایست میگیم، ولی وقتی میگیم آنها هستن یا شما هستن، شما هستید، بعد از زی زیند قرار میگیره. تو هستی، دو بیست. من هستم، ایخ بین. کسی هست، من ایست. اوی مرد هست، ایست. حالا معکوس کار میکنیم، من آلمانی میگم، شما باید فارسیش رو بگید. Ich bin. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. دقت کنید که اس رو با حرف بزرگ نوشتم. قرمز کردم که ببینید حرفش بزرگه. Sie sind. Du bist. Sie ist. Ist. Es ist. خب. Ich bin. من هستم. Wir sind. ما هستیم. Ihr seid. شماها هستید. Sie sind. شمای مؤدبانه هستید. Sie sind. آنها هستند. Du bist. تو هستی. Sie ist. اوی زن هست. ایست. اوی مرد هست. اس ایست. اوی خونسا هست. امیدوارم که ضمایر فاعلی و فعل ساین رو کامل یاد گرفته باشین. اگر از ویدیوهای ما خوشتون اومد کانال یوتیوب ما ثبت نام کنید و برای دریافت بروز ثانی علامت زنگوله رو بزنید. اگر هم نظری در مورد درس دارید حتما نظر خودتون رو اونجا بذارید توی قسمت کامنت ها. با تشکر.